دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد، کارون ز چشم خشکید، البرز لب فروب است، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نام دگر نهادند، گویا که آرش ما تیر و کمان ندارد. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، دریای مازنی ها بر کام دیگران شد. نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد. دارا دارا کجای کاری؟ دزدان سرزمینت بر بیستون نوشتند دارا جهان ندارد. آیین به دادخواهی، آیین به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد. سرخ و سپید و سبز است، سرخ و سپید و سبز است این پرچم کیانی، اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد. سرخ و سپید و سبز است این پرچم کیانی، اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد. کو آن حکیم طوسی، کو آن حکیم طوسی شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش، هرگز نخواب کوروش ای مهرایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، زیرا وطن بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمندی که این برنامه رو مینگرند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. کارشناس فنی برنامه مهندس سامان نصیری است. در هفته پیش من راجع به حکومت دینی سخن گفتم و گفتم که در حکومت دینی همه چی رو میدوزن به دین و هر غلطی که دلشون بخواد به نام دین و خدا و رسول خدا و پیغمبراش انجام میدن. در هفته پیش یک رویدادی رخ داد که این مسئله رو خیلی تایید کرد، یعنی بیشتر زنده کرد این نکته هایی رو که من در هفته پیش گفتم، که البته بعد از این خبری که الان براتون میخونم میریم بر سر دنباله جستار مربوط به حکومت دینی، فرمانروایی فردی و فرمانروایی ملی. خبر اینه، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در پاسخ به استفتایی که درباره مفهوم التزام به ولایت فقیه که به تازگی در پایگاه
اطلاع رسانی دفتر معظم الله انتشار یافته است چنین تصریح کردن. یه اعلامیه دادن که همگان ملتزم هستند، یعنی قول میدهند، امضا میکنند، تصویب میکنند، ریش گرو میگذارند، سوگند میخورند که به ولایت فقیه، یعنی همین آخوند درجه دوی که هم ساز بلد بود بزنه هم آواز بخونه، یه ناگهان یه آیت الله شد و بعدش امام شد و بعدش نماینده خدا شد، ملتزم باشن که هرچی ایشون گفت انجام بدن. حالا ایشون در این زمینه توضیح دادن، البته یک اعلامیه قبلا دادن که خیلی گنده کار در اومده بود، اومدن درستش کنن. مثلا میگه همین که از دستورهای حکومتی ولی امر، اسم خودش گشته ولی امر، یعنی جانشین دستورهای خدا، همین که از دستورهای حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به ولی فقیه. یعنی هر چی من میگم همون، اگه التزام دارید هر چی من میگم باید انجام بشه. حالا من براتون هم متن استفتاح یعنی پرسش رو میگم، طلب فتوا کردن اونها رو میگم، هم پاسخ اصلی رو میگم تا ببینید حکومت دینی چه پلیدیه، چه بدبختی است برای یک ملتی که حکومت دینی بر اون فرمان برانه. پرسش: خواهشمند است در خصوص التزام به ولایت فقیه توضیح دهید، و به عبارت دیگر چگونه باید ما عمل کنیم تا بدانیم که به جانشین برحق آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه اعتقاد و التزام کامل داریم. پرسیدن: شما چیکار باید خدمتتون بکنیم تا شما قبول کنید که ما التزام داریم، قول میدیم، سوگند میخوریم که هرچی شما بفرمایید انجام بدیم، چون شما جانشین برحق امام زمان هستید که خداوند عجله و شتاب کنه بر ظهور ایشون. اونجایی که میگم امام زمانو برای همچی روزا نگه داشتن همینه، یه آدم موهومی رو ساختن، 1400 سال از پهلوش خوردند، کلاه سر مردم گذاشتن، میلیارد 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 پول در هر زمانی با هر واحد پولی از درهم و دینار و عباسی و نمیدونم ناصری و تومان و هر چیزی که بگید از جیب این مردم به نام سهم امام بیرون کشیدند. این یه سود امام زمان برای آخوند. سود دوم این است که هر آخوندی خودشو جانشین امام زمان میدونه. و بعد جالب این است که مردم بدبخت هم که اصلا براشون مسئله مطرح نیست که آقا یه آدم نمیتونه 1400 سال زنده باشه، یه آدم نمیتونه غیب باشه، یک جرم که قابل رویته نمیتونه ندیدنی باشه. اومدن و یه کسی یا خودشون رو گذاشتن جای امام. آدمهای ساده دل هم گفتن امام دیگه، این جانشینشه، خود امام موقع غیب شدن فرمودن که اینا جانشین منن، نمیدونن که همه اینا رو آخون ساخته. یکی از نمونهاش همین حضرت امام ده ها میشه دیگه، چون سیزدهمیش خمینی بود، آقای خامنه ای. این به نام امام زمان ببینید چه حقه بازی ها میکنن. یه مترسک ساختن ندیدنی موهوم و نبود، ندیده، نبوده، نیست، و از روی اون دارن چه سودها میبرن. حالا اینا تازه سوال کننده داره میگه که ما چیکار کنیم که ثابت کنیم که به جانشین برحق آقا امام زمان اعتقاد و التزام کامل داریم. جواب: ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع و شرایط در اصل غیبت است. این غیبت همیشه ادامه داره. اما جالب اینجاست که آقا خودشو مجتهد جامعه و شرایط دونسته. من نمیدونم این آیت الله های مجتهد جامعه و شرایط و ریز و درشتی که در قوم و نجف هستن چرا خفه شدن، که مردک تو کی هستی که بخوای من مجتهد جامعه و شرایط باشی؟
به گفته آقای منتظری میگو آقا تو رساله نوشتی که میخوای مجتهد بشی، که میخوای یه عده مقلد تو باشن که اونم تازه یه چیز مسخره ایه، ننوشتی. تو اصلا آیت الله نیستی، تو با حق بازی آقای رفسنجانی اومدی تا اونجا خودتو رسوندی که رفسنجانی هم چوبشو خورد، فهمید که هر به اصطلاح گرگی رو که پرورونده گرگ بالاخره پارش میکنه. بله، به هر روی پاسخ حالا میدن حضرت مجتهد جامع و شرایط. ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع و شرایط در عصر غیبت است که این قصر غیبت ابدیه ده، و شعبه است از ولایت ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی خودشو چسبود به همه اماما، که همون ولایت رسول الله است. یه پله رفت بالاتر، به جای پیغمبرم نشست صلی الله علیه و آله، و همین که از دستورهای حکومتی ایشان اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است. اینجایی که همی هنان بارها من هنجرم رو پاره کردم، بارها و بارها گفتم این متملقان هستند که آدمها رو دیوانه می کنند. بزرگترین آسیب رو در درازای تاریخ جامعه ایرانی از تملق و متملقان دیده. محمد رضا شاه یک آدم، یک جوان تحصیل کرده سوئیس دموکرات مردمی خاکی بود وقتی آمد. وقتی میرفت اسکی اصلا گارد نداشت، یه دو تا استوار اسکی باز باش بودن، جای نشستن نداشت، وسط مردم بود. اونقدر این متملقان چاپلوسان در گوش او خواندند و خواندند و خواندند تا شد آریامهر، بزرگ ارتشداران مانده، پیامبرگونه، اسلام پناه و و و و, و آخر سرم با سر زدنش زمین. همه اینها مقصر مردم متملق هستند. همین مردم متملق یه آخوندی که اصلا مستعد دیوانه شدنه، چون از زمانی که میره توی منبر توی مسجد محلی که در درجه پایین پایین میخونه، میاد بیرون میبینه همه بهش تعظیم میکنن، آرام آرام میره دیوانگی، به سوی دیوانگی. بعد میاد بالا از شم روشن کردن توی بارگاه امام رضا میاد میشه به اصطلاح مرید خمینی، بعدم به لطف عملیات تروریستی مجاهدین آقا نیمه مرده میشه، بعد مورد محبت قرار میگیره، بعدم رفسنجانی میاد باهاش صحبت میکنه، میگه تو اونور بچسب من اینور رو، و اینو میذاره دشیای خمینی که خود خمینی یه آدم دیوانه دیگری بود، چون میگم اینا رو بود این متملقای دور همشون میرسونن به حد دیوانگی. وگرنه یه آخوند بیاد بگه من تو دهن این دولت میزنم، این دیوانه است. برای که تکیهش روی اون افراد ناباب و نادرست و احمق بوده. به هر روی آقا فرمودن که بله همینی که شما هرچی من بگم گوش بدید، چون من جانشین امام هستم، جانشین همه ائمه هستم، من همون جانشین رسول اکرم صلی الله علیه و آله هستم، بنابراین هرچی من بگم گوش بدید این میشه التزام. خیلی هم لطف فرمودن، قبول کردن به صورت التزام. ایشان همچنین، یعنی خامنه ای، ایشان همچنین پیش از این در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرده بودند خدشه در التزام به ولایت فقیه، یعنی خط بزنید، یعنی یه رگه‌ای بزنید، یعنی به صابونینش این التزام رو یه کمی خدشه بهش وارد بیاورید، و تبعیت از خدشه از در تبعیت از رهبری خدشه در کلیه نظام اسلامی است. ببینید دیوانگی به چه حد رسیده. میگه اگه کوچکترین خدشه‌ای به التزام به من و التزام به رهبری
انجام بشه یعنی خدشه به تمام نظام اسلامی در دنیا. خب این دیوانه است، معلومه دیوانه است دیگه. مگه یکی میتونه اینقدر خودش بی خود بشه؟ و این جانب، این را از هیچ کس، حالا اینو به نمایندگان مجلس داره میگه، اونجایی که میگم در حکومت دینی قوه مقننه حرف مفته، همینجاست. یه آخوند جلنبر داره به کسانی که به اصطلاح نمایندگان مجلس هستن، اگه به اصطلاح، اگه واقعا نماینده مجلس بودن جلوش وای میسودن، چون خود اون اینا رو انتخاب کرده، حالا بهشون توپ تشر میاد، میگه آهای شماها اگر کوچکترین خدشه ای به من که ولی از امر هستم، نماینده امام هستم، نماینده همه امام های قبلی هم هستم، جانشین حضرت رسول هم هستم، به من انجام بدی تمام دستورها و حکومت اسلامی رو، کلیه نظام اسلامی رو خدشه دار کردی. و این جانب، حالا تو پتشرم میاد، و این جانب از هیچ کس و هیچ دسته و گروهی تحمل نخواهم کرد. در اوج دیوانگیه. اینه میگن حکومت دینی. وقتی میگم در حکومت دینی قانون وجود نداره، مجلس وجود نداره، قوه قضاییه وجود نداره، قاضی ما جرأت داره هرچی که ایشون بگه بگه نه. خب بره دیگه، پس چی میمونه در حکومت دینی؟ البته امروز به حمدالله و توفیقه کلیه آحاد و گروه های خط امام ملتزم به ولایت فقیه و تبعیت از رهبری میباشند. خودش رو میگه، این حالا صحبت های آقای خامنه ایه، میگه بله من مطمئنم که اینا ملتزم هستن، ولی با این همه امید است که زمینه در این زمینه راهی برای افراد و گروه های به عدم التزام به آن هرگز فراهم نشود. امیدوارن، به جای تهدید گفتن امیدوارم هرگز هم چیزی نشه. این یه نوع تهدید غیر مستقیمه. حالا اینا رو گفتم، به مردم داره میگه، به کارمندان دولت داره میگه، به همه داره میگه. براتون بگم، هر آدمی که در ایران میاد بره کارمند دولت شه، یا هر نظامی که میاد پاگون بگیره، یا هر کسی که نماینده مجلس میشه، در همه اینها یه ورقه جلوش میذارن که امضا کنه. اون ورقه اینو میگه: طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمانها و نهادهای دولتی و ارتشی و غیره و بسیاری از مراکز آموزشی مثل معلم‌ها و اینا نوشته شده، من معتقد و التزام به ولایت فقیه هستم. این یکی از شرایط اصلیه. یارو رو به صورتی استخدام میکنه که بگه من ملتزم به ولایت فقیه هستم. همون ایرادی که ما در زمان گذشته میگرفتیم، مینوشتن که ما فرمانبر و یه همچین جمله تقریبا به این مضمون، فرمانبره نه، سوگند میخوریم که به شخص اعلی حضرت و میهن خیانت نکنیم. حالا باز خوبه اونجا یه لغت میهن آورده بودن، اینجا این حرفا نیست دیگه. اینجا راحت میگه که اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، من تعهد میکنم که معتقد و ملتزم به ولایت فقیه باشم تا استخدامش کنن، تا پاگون بهش بدن، تا معلمش کنن، تا در مراکز آموزشی و ارتشی و اداری بتونه پول بگیره. من اون موقع میگفتم آقا جان، وقتی شما میگید که من معتقده، یعنی قسم میخورم که به اعلی حضرت و میهن خیانت نکنم، این دو تا ضد همه. میهن یک فنومن، یک پدیده ابدی است. میهن هیچ وقت خیانتکار نمیشه، میهن هیچ وقت نوکر بیگانه نمیشه، میهن میهنه، یک پدیده دائم، یک شخصیت حقوقیه. ولی اعلی حضرت ممکنه خیانت کنه. مگه کم اعلی حضرت های ما خیانت کردن؟ مگه آقای فتلی شاه کم خیانت کرد؟ کم زمین های ما رو به روس ها و انگلیس ها و غیره فروخت؟ مگه ناصرالدین شاه
خیانت نکرد، امیرکبیر رو نکش، مگر ناصرالدین شاه نیامد افغانستان رو داد، مرو رو داد، مرو رو نداد؟ اینا خیانت دیگه. مگه آقای ممدلی شاه مجلس رو نخواست به توپ ببنده؟ نمایندگان مجلس رو که اونا واقعا نمایندگان مجلس بودن، نمایندگان مردم بودن. خب اینا چطور من میتونم بیام بگم که بله من قسم میخورم که به شاه و کشور خیانت نکنم؟ اینا یه وقت ممکنه ضد هم باشن. شاه یه فرده، کشور یه پدیده معنویه. به هر روی حالا اینا حلش کردن در حکومت دینی، مسئله حل شده. فقط ولی فقیه، هرچی ولی فقیه گفت همون خواهد بود. خب من از دوست ارجمندم آقای سامان نصیری خواهش میکنم آگهی رو بگذارن و بعد برمیگردیم در پیشگاه شما خواهیم بود. بینندگان ارجمند، در برنامه هفته پیش در زمینه حکومت دینی سخن گفتم. الان فقط برای اینکه یک بازگشت ذهنی بشه به شما، به صورت بسیار فشرده میگم که در هفته پیش گفتم که حکومت دینی 6 یا 7 ویژگی داره. 1، معتقده که قانونهای این حکومت دگرگون نشدنیست، چون این قانونها قانونهای خداییه، حتی اگر وابسته به 1400 سال پیش باشه. 2، وقتی که قانونها قابل تغییر نیستند، بنابراین قوه مقننه مفهومی نداره، چون قانونها که عوض نمیشه، چیزی هم خلاف اون نمیشه گفت. همه قوانین هم که میگن در قرآن نوشته شده، بنابراین چه مجلسی؟ پس این حقوق بازیه، وجود مجلس حقوق بازیه. به همین دلیل هم حضرت آیت الله نماینده خدا، نماینده پیغمبر، همه چی هشدار دادن نمایندگان که آقا مواظب باشید، التزام بود داشته باشید به ولی فقیه. پس قوه مقننه هیچ. رهبر دینی خودشو نماینده خدا میدونه، نمونهش آوردم براتون، و هیچ نوع انتخابی و هیچ نوع انتقادی رو نمیپذیره و به سختی اون رو میکوبه و نیازی هم به قانون نداره. التزام التزام. و هیچ کس رو باسوادتر و عادلتر و نیرومندتر و برتر از خودش نمیدونه. اینا در حکومت دینیه. 4، در یک فرمان روای دینی قوه قضایی هم حرف مفتیست. اینا رو برای گول زدن ما میذارن رئیس قوه قضایی فلان. قوه قضایی یعنی قوانین زمان 1400 سال پیش باید اجراش. در قوه قضایی قاضی شرع هم قاضی هم مدعی العموم، یعنی حکومت جنگل، هم دشمن متهم هم باید رأی بده به متهم. این چیه؟ این عدله؟ این داده؟ این انصافه؟ بنابراین قوه مقننه هم همون است که حضرت ولی امر میگه. مگه نبود خمینی دستور داد که برید اون هر کی بر سر موضعی هست اعدام کنید؟ کدومشون رو با دادگاه بعدی اعدام کردن؟ 3 عملیه که خود خمینی معین کرده بود گذاشتن اونجا، تند و تند در حدود 10,000 تا رو اعدام کردن در سال 67. این حکومت دینیه دیگه. در فرمان روای دینی کشتار گروهی هم تو که گفتم کار ساده ایه. از شاه اسماعیل که اونم حکومت دینی داشت گرفته تا خمینی و خامنه ای، اینا همشون دستورهای کشتار گروهی دادن. مگه همین آقای خامنه‌ای سال گذشته نگفت هر کی بیاد بیرون محارب با خداست کشتنی باید بشه؟ و دیده هم که کشتن. در حکومت دینی عمله حکومتی، یعنی لباس شخصی ها، بسیجی ها، پاسدار ها، اینا میگن عمله حکومتی، به خودشون اجازه میدن تا درون صندوقخانه های مردم، تا درون مغز مردم و شیوه لباس پوشیدن مردم، رنگ پوشش مردم، نمیدونم آرایش موی مردان، همه اینها کار داشته باشه. این کل حکومت دینی بود. و ما میپردازیم به بعد از حکومت دینی. البته در هفته پیش گفتم ما دو نوع حکومت برجسته داریم، یکی حکومت دینی، یکی حکومت ملی. ولی بعد دیدم نه، وسط این دوتا یه نوع حکومت دیگه هم ما داریم.
و اون حکومت فردیه. درسته حکومت دینی حکومت فردی هم هست، ولی یه ویژگی های حکومت فردی غیر دینی داره که در حکومت دینی نیست. یه ویژگی هایی در حکومت فردی هست، فردی غیر دینی، که در حکومت دینی نیست. اینا هر دوش غیر از حکومت ملیه. بر این پایه میپردازیم به حکومت فردی. ببینیم در حکومت فردی ویژگی اداره کشور چگونه است. حکومت یعنی فرمانروایی فردی، که بهتر بگیم فرمانروایی و فردی که فارسی باشه، یا دیکتاتوریست. بازم میگم حکومت دینی هم دیکتاتوریه، ولی اون دیکتاتوری دینیه. به گفته روانشاد دکتر شاپور بختیار، حکومت دیکتاتوری دینی به مراتب خطرناکتر و بدتر و خونخوارتر از حکومت فردیه، حکومت دیکتاتوری، دیکتاتوری غیر دینی. این حکومت فردی و دیکتاتوری، یا این فرمانروایی فردی و دیکتاتوری، در بعضی جاها با یکدیگر همسانن، در برخی از جاها با یکدیگر تفاوت داره. حالا من یکایک اینا رو براتون بررسی میکنم. ببینید در کشور خودمون گواه همه اینا بودیم. یک، در حکومت دینی قانونهای 1400 ساله دگرگون نشدنی هستن، اما در فرمانروایی مردمی یعنی فرمانروایی فردی قانونها بر اساس خواست دیکتاتور عوض میشن، بنابراین غیر قابل اصلاح نیستن. اون چیزی که بالا دیکتاتور تشخیص میده دیکته میکنه، همطور که اسمش روش دیکتاتور، یعنی دیکته کننده، و مجلس ها تصویب میکنه. پس یه جزی اختلاف داره و اون اینست که قوانین عوض میشن در فرمانروایی فردی. پس در فرمانروایی فردی، یعنی در فرمانروایی دیکتاتوری، مجلس قانونگذاری دارن مثل مال دینی، اما اون چی که فرد خودکامه میخواد تصویب میشه، چون انتخاب و گزینش نماینده همش زیر نظر و به دستور دیکتاتور انجام شده. ولی ممکنه قوانین جلو بیان، قوانین تازه بذارن، مترقی باشه، ولی خواست دیکتاتور هست. دوم، ضمن اینکه قانون ها ممکنه مدرن و امروزی باشند، ولی مجلس نقشی در اون نداره و این فرد نخست و حاکم مطلق کشوره که به مجلس دیکته میکنه و با امضای یک قانون، یک اصل هم در قانون اساسی گذاشتن که با امضای شخص اول، حالا یا رئیس جمهور یا صدر اعظم یا شاه، تا اون امضا نکنه صورت قانونی پیدا نمیکنه. بنابراین به فرض محال همه نمایندگان مجلس هم منتخب حقیقی مردم بوده باشند، باز اون چی که تصویب میکنن تا امضای اون دیکتاتور نباشه صورت قانونی پیدا نمیکنه. سه، در فرمانروایی فردی شاه، رئیس جمهور، صدر اعظم یا هر دیکتاتور دیگری به وقاحت ولی فقیه نیستن. ولی فقیه وقیه ترین نوع فرمانروایی در سیستم های حکومتی است که اون هم حکومت دینیه، ولی در اینجا دیکتاتور به اون وقاحت نیست و خود رو با گستاخی نماینده امام و پیغمبر و خدا نمیدونه، تا اندازه خودشو ظاهرشو با جهان همسنگ و همرنگ میکنه. اما این خطر رفع نمیشه، خودش ممکنه خودش این رو نخواد، ولی ما یه ملت متملق هستیم. همینان من خودم هم ایرانی هم و تا دم مرگم به ایرانی بودنم افتخار میکنم، ولی ما خودمونیم، ما متملقیم. ما حتی از درون خانه، افراد خانواده نسبت به پدر، کارمندان دولت نسبت به مدیر کل، مدیران کل نسبت به وزیر، وزیران نسبت به فرد دیکتاتور یا اون نماینده خدا و امام و اینا،
همه متملق و چاپلوسی. و همین مسئله بزرگترین ضربه رو به پیشرفت مملکت و کشور میزنه. یه روز به یکی از دوستانم که خب همه شما میشناسید نام نمیبرم و خیلی هم من بهش اعتقاد دارم، گفتم فلان کس تو فکر نکن من و تو یه چیز مهمی هست. نه، ما آدم معمولی هستیم. این متملقانن که نمیذارن ما مثل آدم کارمونو بکنیم و امر رو ممکنه به ما مشتبه کنن و خیال کنیم یه چیزی هستیم. بنابراین مواظب باش خودتو گم نکنی. این نکته رو دقت کنید. هر کسی هر عملی چه در رادیو چه در تلویزیون انجام بده، 8-7-8 تا میان روی خط، به بچه هرچه تو اصلا نابغه ای شبیه نداری، تو یه بار دو بار ده بار صد بار به هر روی کار به اون شخص مشتبه میشه. خیال میکنی واقعا چیزی هست؟ نکنید هم میهنان. من نامه هایی که برام میاد برای پرسش هایی که راجع به زبان فارسی میشه، تمام تملقاتش رو میریزم دور. میام آنن از حالا که خوشبختانه نام ها را من نمیگم دیگه، که دیگه شاید کمتر تعریف و ستایش کنم، میگم فلان نامه رسیده من این پرسش ها رو داره. آدمی در معرض اتهام بمباران تملق میشیم. هر کسی ها، هر کسی، شما از معلم مدرسه گرفته، مدیر مدرسه گرفته، هر جیار این موج تملق همینطور میاد. اصلا لذت میبریم ما ایرانی ها از اینکه این تملق بگیم. من رادیو رو گوش میدم، میبینم یکی میاد رو خط، به به آقای گوینده تو، اصلا ما نداریم شبیه تو، ما چه آدم های خوشبختی هستیم، مان تو به دنیا اومدی. شما ببینید تملق تا کجا میره. همین پایه های حکومت رو میپوسونه، همین رهبر رو دیوانه میکنه. به هر روی، در فرمان روای فردی، شاه یا رئیس جمهور یا هر دیکتاتور دیگری که جای اون باشه، به وقاحت ولی فقیه نیستن و خودشون رو با گستاخی نماینده خدا و پیغمبر و امام نمیدونن. اما اون جانوری که به نام چاپلوس گرداگرد اون رو گرفته، اندک 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 او رو از خودش بیخود میکنه و بوتی ازش میسازه که دیگه لذت میبره بهش بگن دستورهای پیامبرگونه، خدایگان، ذل الله، اسلام پناه و و و و. خب یه مقدارم تقصیر خود ما هست. به هر روی، در حکومت فردی غیر دینی، مرز و استقلال قوه قضاییه در جرمهای کوچک و غیر سیاسی حفظ. یعنی قاضی آزادی کامل داره در جرمهای خلاف، در جرمهای کوچک مثل نمیدونم تخلفهای رانندگی، مثل دزدی، مثل کتککاری، طلاق زن و شوهر، در اینجا قاضی استقلال داره. اینو میشه قبول کرد در حکومت دینی، نه در حکومت غیر دینی، در حکومت فردی. اما به محض اینکه مرز این جرم ها بکشه به اجتماع، بکشه به مسئله سیاسی و مسائل کشوری، یک باره دادگاه ها عمله اجرای فرمان دیکتاتور میشه. دیگه اونجا رأی مال خودشون نیست. اگر آدمی مثلا ناسزا گفته به دیکتاتور، یا مثلا حزبی درست کرده که این حزب مخالف حکومته، بلا فاصله دادگاه زیر نظر دیکتاتور جز عمله اونجا میشه، هرچی اون دستور بده انجام خواهد شد. البته در این حکومت های فردی غیر دینی درست شکنجه ها در زندان، ولی هرگز دست بریدن، سنگسار، نمیدونم این عملیات غیر انسانی در حکومت های فردی نیست و یا بسیار 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 نادره. پنجم، در فرمان روای فردی کشتارهای گروهی به سادگی اجرای اون در حکومت های دینی هم نیست.
هست، ولی دست کم در جهان امروز با بودن این شبکه قوی و از ارتباطات دیگه اون ترکتازی ها رو نمیتونن بکنن، در حالی که در حکومت دینی این کار رو میکنن. در حکومت، یعنی در فرمانروایی فردی، به درون خونه مردم هم کار دارن، اما نه به همه مردم. دیگه تو عروسی ها نمیریزن عروس و داماد و خانواده رو بردارن ببرن کمیته، بلکه اون چه که مورد سوء ظن حکومت فردی است خودش آزاد میدونه که بره در درون خانه مردم و جستجو کنه. اما گفتم به جشنهای عروسی، به شیوه پوشیدن لباس، به روسری، حجاب کیسه‌ای، نمی‌دونم آستین بلند، آستین کوتاه، شیوه آرایش مو و و و دیگر چیزها کاری ندارن. یعنی در حقیقت میدان یک کمی بازتر از حکومت دینیه. همین دلیل برخی از افراد ساده اندیش حسرت قبل رو می‌خورن، پیش از بهمن رو. آره راحت دیگه روسری سرمون نمی‌کردی. آخه تنها اون نبود، این یه خورده با اینا فرق داره، بسیاری از اونا شبیه همه. حالا وقتی ما حکومت یا فرمانروایی ملی رو گفتیم و پی میبرید چقدر فرق هست. در فرمانروایی فردی گستره اختیارهای دیکتاتور نامحدوده. دیکتاتور در فرمانروایی فردی اختیاراتش نامحدوده. چرا؟ چون اولین چیزی که سلاحی که به دست دیکتاتور داده شده این است که دیکتاتور مقام غیر مسئوله. وقتی یک کسی مقام غیر مسئول شد اختیاراتش نامحدود میشه. چه کسی تونست جرأت کنه از آقا محمد خان بپرسه که چرا 40 گونه چشم میخوای دراری؟ چه کسی توانست از ناصرالدین شاه بپرسه چرا امیر کبیر رو کشتی؟ چه کسی تونست از محمد شاه قاجار بپرسه چرا قائم مقام فراهان علی با دستای خودت خفه کردی؟ بله، چه کسی تونست از ممدلی شاه بپرسه تو چرا به مجلس میخواستی به توپ ببندی؟ حالا اون خوشبختانه اونجا هنوز آتش مشروط خواهی مردم گرم بود، تو دهنه اون زدن و فراریش دادن. به هر روی اختیاراتش نامحدوده. در حکومت فردی، در فرمان روای فردی، حزب و اجتماعات حزبی به سختی ممنوعه، همونطور که در حکومت دینی ممنوعه، مگر اینکه دیکتاتور خودش تصمیم بگیره به اینکه یه راهپیمایی مثلا به مناسبت فلان روز انجام شه. اون وقت تمام کارمندارا رو میندازن، کارگرا میان، سکاها میان، همه رو جلو میندازن و راهپیمایی نمیشه، چون دیکتاتور خواسته. و باز هم ممکنه حزبهایی در حکومت دیکتاتوری فردی، در فرمانروایی فردی وجود داشته باشه، اون ساختن حزبهای فرمایشی. به گفته روزنامه توفیق، حزب ایران و نوین، حزب ایران نوین پاینده باد، اندکی هم حزب مردم زنده باد. همه اینا یکی. در چنین وضعی دوباره حکومت یعنی فرمانروایی فردی شبیه فرمانروایی دینی میشه. در هر دو حکومت فردی و دینی، در هر دو فرمانروایی فردی و دینی، هر دو قدرت تفکر رو از مردم میگیرن. فرمانروای فردی دیکتاتور و در فرمانروای دینی آخوند و آیت الله به جای مردم تصمیم میگیرن و نمونهاشو خوب دارید میبینید دیگه. بخواهند پول مردم بینوای ایران رو صرف دادن به کمک به حزب الله لبنان بکنن، آزادن. بخواهند در فلان دهکوره افریقا پول بریزن برای اینکه اون حکومت 900 هزار نفری رو جمعیت رو به توی خودشون بکشن و مردم کشور ما بیش از 7 میلیون 8 میلیونشون زیر خط فقر باشه، ولی این پول رو به حلقوم اونا بریزن، آزادن. مردم حق اظهار نظر ندارن.
در حکومت‌های فردی هم همینطوره. اون حکومت دینی بود، حالا حکومت اگه دیکتاتور بخواد تا خرخرش سلاح بخره، جنگ افسار بخره، کسی نمیگه آقا ما با کی جنگ داریم این همه چیز می‌خری و پول مردم رو بریزه تو جیب شرکت‌های چند میلیارد دلاری اسلحه سازی، آزاده. اگه بخواد نیرو به کشور دیگری بفرسته برای مبارزه با کمونیسم مثلا مثل زفار، آزاده. اگه بخواد 17 شهر قفقاز رو بده، افغانستان رو بده، شهرهای فرارود و خارزم رو بده، بحرین رو بده، آزاده. کی میتونه صرف بزنه؟ کی تونه صرف بزنه؟ اما در یعنی در این دو فرمان روایی مذهبی و فردی، این دوتا با همدیگه همسانه. واپسین همانندی میان فرمان روایی دینی و فرمان روایی فردی سرکوب مخالفانه. سرکوب مخالفان فقط به علت اینکه این دگر اندیش هست باید پدرش دراد. همین؟ چندین بار من گفتم این رو، چندین بار. آقا ریختن در خانه من یه کتاب به نام مارکس پیدا کردن، اون افکار مارکس بود راجع به حکومت و پول، یه همچین نامی داشت. ما رو بردن، البته اون سرهنگ نمیدونم زنده است مرده است، سرهنگ نادری بود، با من سخن میگفت. گفتم آقای سرهنگ شما منو میشناسی، من پان ایرانیستم، یعنی از ریشه دشمن کمونیستم، من یه ناسیونالیست تندرو ام، چطور میشه شما بیاید منو بگیرید چرا کتاب مارکس تو خونته؟ گفت اینا رو ما نمیدونیم، این دستور اومده که این کتاب زاله است، هر جا باشه صاحب شواد گرفتش. گفتم اگه من اینو نخونم چطور میتونم با توده ای بحث کنم؟ من باید اینو بخونم بدونم یارو چی گفته. گوش ندادن که، ولی البته ما رو رها کردن رفتیم، ولی کتابو نگه داشتن. خب این اولین شناسه حکومت دینی و فردیه. سرانجام بدبختانه از دیدگاه جامعه شناسی در حکومت‌های دینی، فقط دینی، شعور مردم میاد پایین و خرافات به عکس گسترش پیدا میکنه. شما کجای دنیا دیدید رئیس جمهور بیاد بگی ما حکومت رو دست امام زمان دادیم؟ امام زمان خودشون اداره میکنه حکومت رو. مردک تو چی کار هستی؟ اگه اون داره اداره میکنه تو چی کار هستی؟ در کجای دنیا شما دیدید که بیان بگن که در هیئت دولت چند صندلی خالی بذارن که امام زمان و همراهانشون در وقت ظهور کردن تشریف بیارن اونجا؟ این به شعور مردم اهانت میشه. چاهی درست کنن ماده، چاهی درست کنن نر در چمکران، زنان تو این چاه ماده باید نامه‌هاشون رو برای حضرت بفرستن، حضرت امام زمانه. من نمیدونم حضرت چرا تو چاه است همش، بابا روماتیسم میگیره بیچاره 1400 سال تو چاه. اینا گریه‌آور واقعا. در اصلی که دارن میرن مریخ، میرن فضا، میرن اینور، یک دستگاه کوه پیکر به اندازه دو تا پهنه زمین فوتبال، بنزه زمین فوتبال رو هوا داره الان تمام کارهای آسمانی رو انجام میده، پایگاه کیهانی. اون وقت این نشسته دم چاه که درخواست رو مندازین و اون داره و مردم میرن. چرا؟ چون شعور میاد پایین دیگه، خرافات میره بالا. ولی در حکومت فردی خوشبختانه به این صورت نیست. در حکومت فردی جور دیگه است. در حکومت فردی، در فرمان روای فردی، میهن پرستی از میان مردم میره. بلکه هر چی که دیکتاتور بخواد همونه. اگر عملی خلاف مصالح مملکتی و کشوری انجام بشه، هیچ کس نمیتونه بگه چرا. آنی میگه نمیتونه زنده. بنابراین حس میهن پرستی افت میکنه. به همین دلیل مردم درباره منافع ملی خودشون لاابالی میشه. بینندگان عزیزمند، هفته آینده به بررسی فرمانروایی ملی میپردازیم، یا فرمانروایی مردمی، حکومتی که پایش
زندگیش، تصمیماتش، رفتارهاش همه با خواست مردم و رعایت آزادی همگان باید همراه باشه. بر این پایه شناسه فرمان روای ملی رو هفته آینده زیر بررسی میگذاریم. گویا 2 دقیقه داری. بله مهندس نیدی گفت 2 دقیقه. من در این 2 دقیقه 2-3 چیز رو میخونم فقط. سخنان بزرگان میگه ستمگران چون آتشند، نخست دست روشن کننده خود را میسوزانند. همین کاری که آقای خامنه ای کرد با رفسنجانی. ستمگران چون آتشند، نخست دست روشن کننده خود را میسوزانند. سخن دیگر، آن که در کرانه دریاست تنها به زیبایی موجها و خیزابها نگاه میکند، اما مرواریدها از آن کسانی است که در ژرفای دریا غوطه میخورند. آن که در کرانه دریاست تنها به زیبایی موجها و خیزابها نگاه میکند، اما مرواریدها از آن کسانی است که در ژرفای دریا غوطه میخورند. هرگز نباید در اندیشه این بود که مردم چه دارند و چه باید داشته باشند. پیوسته باید به خود بگوییم که چه داریم و چه چیز شایسته است که داشته باشیم. با سپاس از هممیهنان ارجمند، از یکایکی کسانی که زمان پرارزش خودشون رو داره به این برنامه ویژگی دادن، با سپاس از سامان گرامی، مهندس نصیری، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران. یک ملت